مادر، یعنی من باید با احترام آشتی کنم؟ اصلا سر چی قر کردی؟ یادم نیست. درست یادم نیست. هیچ، سر هیچ. چندین و چند سال سر هیچ. یادم نیست. خنده داره. کی یادشه چندین و چند سال پیش با کی سر چی قر کرده؟ فقط بگو آره یا نه. میخوای آشتی کنی یا نه؟ معلومه که میخواد. معطل میکنه. خاله جون، هم دلت میخواد آشتی کنی، هم ناچاری آشتی کنی. باید بریم خونه مامانی. بچه دایی بهروز به دنیا اومده، همه چی دست به دست هم داده که شما آشتی کنی. دیگه دل دل نکنی. به قول آقا هوشنگ، بله و بله بله دیگه. به جان خودم به خاله احترام برمیخوره ها. بگید بگید وقتی فهمید تو بیمارستان شما در رفتی چقدر ترش کرد. آن جون از ما گفتن. حالا یه کاری نکن این همه این اتفاقا بسوزه، آتیش بگیره، بعد آشتی دوباره بیفته برای 10 سال بعد. بابا بیرو دروسی، 10 سال دیگه کی مرده است کی زنده. مامان این نکته مهمی ها، آشتی کردن قبل از مردن. بچه ها شلوغ نکنی. محترم جون تکلیفو معلوم کن، میخوای آشتی کنی یا نه؟ عمه بگو میخوام. برو خونه لباساتو عوض کن و بیا. ببین عمه بگو میخوام. قوی باش قوی. فقط یه جمله بگو میخوام. بگو میخوام. میخوام. دایی اینقدر محکم نکش. حالت شخصیت جدی شده. محکم که میکشی زیادی لیز میشه. زیادی حرف بزنی. محکم که میکشی لیز میشه دیگه. یه بارم روش کهانه خوش میکشم. بس بره تو خوردش. بعدش هم برقش میوزم. این پیازه آقا بزر کن تلاییشه. بده این جمعه میخواد زیاد دون برداری. سبزی ها رو زیاد خورد نکن. میگم ترش یه ذره زیاد نیست؟ دیگه من نمیدونم. قد بدم میاد، اینقدر بدم میاد از معطل شدن. اون از در رفتن محترم، اونم از الانشون. کجا رفتم؟ رفتم برای من تاج گل بگیرم، دست گل بیارم، یا من باید برم برای پابوسشون آشتی کنم؟ نخند نخند نخندی بابا نخندی. خنده نداره که لیز دیگه. چی عصبانی هستی؟ گفتم تی بکش. غلط کردم. نمیخواد زمین رو برق بندازی. نمیخواد. بسه بابا خوهر بسه. عوض اینه که دلت شور بزنه و صلوات بفرستی که مبادا تو راه و جاده رفته باشه زیر 18 چار. خیلی این حرفا میزنی. هی هم با خودت بگی دارن قیافه میان، دارن قیافه میاد. کی قیافه میاد؟ اصلا قیافه کجا بود؟ کی حال قیافه رو داره؟ پاشی باشی با هم زندگی کنیم. کار زندگی رو راه بندازیم. فاموتی خوب گوش کنیم. من با عشق تی میکشم. من عاشق اوناییم که پارکتای کف خونه خواهرشون رو تی میکشن. من اصلا نوکر اوناییم که تی میکشن. من ماشین هوشنگو میدم و میرم تی کش میشم که بچم با نون تی کشی بزرگ شد. خواهر اگه دوش تی کش داشتم برات افت عیونی داره بگو. بگو بگو خواهر بگو. چه اینطور؟ بهت
بهت افتخار میکنم عمو، منم بهت افتخار میکنم مرد. آمدم. سلام. چرا در سلام بفرمایید. سلام کجا جان؟ خیلی خوش اومدید. چیکوش؟ سلام فرج جان. سلام ناصر. چطور ناصر؟ یا علی. شما دیدین بچه‌ها؟ بابا لیز من اساس نمی‌تونم. سلام ناصر. بفرمایید. سلام چیکوش. سلام بوده. سلام. گل بوده مثلا ناصر. اینجا لیزه به پایین زن داریم محترم بود الان میرم در خونه آماده میشه ما آقا شکر مون باخت یه نمیش که فیلمی تو پسر مادر سلام. جان بفرمون بشین سلام خوبی بفرمون دادش بشین ببخشید شرمنده خیلی خوش بفرمون راحت بشین دست شما درد نکنه زحمت بشیدیم به خدا راضی نبودم دست شما کدوم قبرستونه داری میری؟ قبرستون نمیرم دارم میرم خونم با قهر تو یکی دیگه بیجا میکنی غلط میکنی بابا چرا داد میزنی کار دارم باز برم خیلی خوب منم میام باز تنها برم بی خود تنها میری معلوم نیست میخوای بری چه غلطی بکنی اصلا میدونی چیه منم باید بیام خونتو ببینم برو ماشین روشن کن تا من حاضر شم میذاره بچه که آسین سر خود شده ببین اگه این قیافه ها رو این اداها رو خود دراری ها با محترمم دیگه آشتی نمی کنم میخوا بیای خونه هم ببینیم؟ بله پس بپوش بیا داشته باش درست شو یه کاری کن عقرس بشی با شخصیت بشی تو خیال میکنی هنوز پسر بچه ای بابا شدی مردک یه کاری کن آقا بشی آدم بهت افتخار کنه یکم بزرگ شو دست از کارهای گذشته بردار خواهر خوش اومدی به منزل بعد همین تاقی کوچه اول دست چپ انتهای بمبه است بیا خواهر بفرما بریم تو حوزگازم خسته نباشی این وسیله ما رو بپا خواهر بیا فقط خواهر تا تای کوچه خودت باید بیای منم من رو به رود در میام کلید ندارم فقط خواهر اینو بگی خیرشو ببین مرد گنده تو خجالت نمیکشی از دیوار میری بالا یه کلید نداری فردا که پیر شدی میخوای چی کار کنی چه جوری بری بالا یه کارش میکنم بالاخره این وقت سمون بسته مو چرا موبره دل دیوونه رو نگاه کنم واسه یه جوجه مرغ الان میفته پایین
مواظب باش. خواهر بفرما داخل، اینجا تعارف بردار نیست. دمت کرد. وایسه ببینه. بله بله اون مرز. تو واسه چی حالا برای من قیافه گرفتی؟ قیافه نگرفتم، بفرما داخل. اینا چیه؟ پول، پول رایج کشور. دوزاری فروش شدی؟ اومدی اینجا واسه خاطر این پول خوردا؟ با اینا میخوای لاستیکی و شیر خشک و لباس بخری واسه زن بچه؟ با تو هم با شخصیت شدی؟ این پول خوردا رو میخوای چیکار؟ جواب بده. اگه شما به 5 میلیون میگید پول خورد، نصف بیشتر مردم به اینا میگن پول خورد. پول خوردن باشه باز پوله. بابا شدی بلبلم شدی؟ این چه وضع زندگی واس خودت درست کردی؟ پول خوردا به چه درد تو میخوره؟ جواب بده. نشستی اون بالا تو کاخون وقت به ما گیر میدی، این چه وضعیه؟ یه دفعه اومدی حال ما رو بپرسی؟ یه بار گفتی داشته ما مرد بود، چی شد؟ اگه موشک بارون نبود تو باغ ما ما به پست سر نمیخوردیم الان اینجا نمیومدی؟ آره ایوالا دمت گرم، میفهمم. خیلی تو این 24 ساعت جور ما رو کشیدی، ایوالا دمت گرم. اومدی وایستادی من این شهر رو زوندین، من شدم بابا، ای والا. اما دیگه مطلک بارم و بدبخت بیچاره ها نکن. روشن نکن، گفتم روشن نکن. این دفعه آخرت باشه جلو من سیگار روشن میکنی. حالا دیگه بی معرفتی و بی صفتی منو میزنی تو رو. این پول خورده رو بذار جیبه، من بهت پول قرض میدم، بریم واسه یه دست لباس بخرم. یعنی با این پولی که قرض میدم خودت برای خودت لباس بخر. یه مقدار پولم بهت قرض میدم، بذار جیبه. با هوشنگم صحبت میکنم، این ماشین از زیر پات نکشه بیرون. ماه به ماه قسطشو بده. بلند شو، بلند شو بریم. با هوشنگ یا با محترم؟ هوشنگ یا محترم؟ با محترم یعنی آشتی؟ بلند شو بریم دیگه، رو تو زیاد نکن، به این کارا دخالت نکن. پاشو ده، بلند شده. باشه برو حرف بزن دیگه.
سختمه. بس که باش قرار بودم آم. بابا من عجله دارم، زود باش. فقط 5 دقیقه، خب 5 دقیقه. اگه میخواستم درم پیش باشه حرف بزنم که تو رو با پای خودم نمیوردم اینجا که. با پای خودت نیومدی که، من به زور با ماشین خودم آوردمت. در ببند، این گردای گل من رو اذیت میکنه. میگم خدا را شکر دستم خوب را افتاده ها، این همه سال رانندگی نکرده بودم. خیلی بچه بودم اومده این بردم. شروع نکن بچه جون. آره ماما جون، تو که خیلی کوچیک بودی. میگم اصلا اینجا رو نمیدیم. ولی خود خودشه، خود کوچه هست. کادو مادو هم راستی نگرفتی، دلش که حالا باشه بعد. ماما خودتون رو کنترل کنید، ما با هم حرف زدیم. کنترل کنم. ما اینجوری نگاه میکنیم، فرمایش خاصی داریم؟ من خانم اون آقا همینجا باشی ندارم. چی؟ تیرنی. این چی؟ تیره میخوام امو جون. این چی؟ خیلی تیره است. این چی؟ به درد من نمیخوره. این چی؟ نه خوشم نمیاد. این چی؟ تیرنی. این چی؟ اینم تیرنی. این چی؟ نه این که همون یه کار خیلی خوب دارم. ببینم خودمون جدید هم هست. ببینمش. خیلی قشنگه. آره شیکه. ولی خواهر با دستش بده ببینمش. خواهر چطوره؟ این رنگش بهت نمیاد. کار جدیدیه و تولید خودشونه. یه تن بزنم. خیلی خوب. یه تن میزنی. بفرمایید. ایوالو
آره. ای امی دست نزن مادرم، تازه خوابیده بیدارش میکنه. ای منیشه جون خوابی؟ آره همین الان خوابی. مادرم نمیتونی با چه سختی خوابی؟ آقا بچه خواب چه؟ محترم نیمده داری شانی همون به روزی صبح شدی همونجا خواب نیست در صدا شانی همون به روزی بیزار شد میدم بغلش کن. خیلی رفتم تو فکر میشم چی کار میتونی بکنم؟ گیزاد هم نیم مرمه بهزاد تو کجه چی کار میکنم؟ رینا بهزاد با شک نرم صدو محترم آره اومده این خونه خواهرم باش آشتی کرد این قضیه الحمدلله حل شد برو به مقدسات گرفتاری ویژن خودت یه جوری ختم به خیرش کن منم احترام ظرفا رو برش کن خواهد خوش اومدی وقتی اومدم نبودی یاد اون وقتای افتادم که میومدم خونه تو نبود میامدی تمیز میکردی میشستی آب میکشیدی از روی مدرسه میومدم خواهد اون سال که اون چای سرخالی رو کمرنگ رو گذاشتن جلوت به خدا از قصد نبود با احترام وقتی که دلم برات شور افتاده بود که گم شدی یا بوم خوردی همش نگران حالت بودم دیگه از حواسم به این استکان سرخالی چی چند سال بود که درست نگاهت نکرده بودم خوشگل شدی دختر من خوشگل شدی مثل ما بیا بیا بریم یه گوشه خلوت کارت دارم راجبه بیشنه بینا چی رو زود آماده کنم خوشه سلام علیکم سلام مامانی سلام چطوری؟ خوبه شما خوبه این؟ زنه زنش بوده آره انگاه آره بیژن کجاست؟ هیچی بابا مثلا روش نمیشه بیاد جلو رفته تو زیر زمین پلو استخ ببین خواهر من میگم اون که آشتی کنونمون نشدم چین درست حسابی آدمواری با گریه زاری و قربون تصدق برگزار بشه سلام سیام سرخط آشتی کنونه و بریم سراغ این برادر اشتباه کار خطا کار گرفته الان موضوع اصلی پیله هست نه 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 من ترسیم من این چیز دیگه شماشه چی میگه مراقب باشین اینجا تازه صاحب خورده خیلی سوره آشتی کرده این آره تعجب داره نه تبریک میگم تبریک میگم تبریک میگم آقا برو خوابید 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 ای بله بنده بنده داشت خواب حاضر گیریم چه کشید کنم آره 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 خوابید خوابید مازنم مازنم چه هست چه هست چه هست آقا بچه هیچ کسی هست مامانی هم خوب
خوبم، هم دلم شور میزنه. شما یه لحظه تشریف بیارین. مامانی متوجه گرفتاری دایی بیژن شدی؟ من حالا یه مقداری پول گفتم بیارم. حالا تو نمیخواد پول باشی. سلام امه. سلام. پیش بیژن بودی؟ بله. بابام بزرگ و شهرام پهلوی استخر خالی نشستن. احترام خانم، هیچ چیزی خالی تر از یه استخر خالی نیست. خیلی خوب، حالا میخوای بیژن رو ببخشی؟ بخشیده. بابا تو خیلی با گذشتی، من اگه بودم امونش نمیدادم. چیکار کنم؟ بچه دارم، به پام بود از آن معذرت خواهم. حالا این زنه که دم دره میخوای پولی اونو چیکار کنی؟ زنگ زدم به برادرم، گفتم پول بفرسته مغازه رو که فروختیم پولش بده. الان این محترم میگفت برادرت زنگ زده گفته من پول نمیدم. یا بوفر، حالا چی کار کنیم؟ آخه این زنه نیم ساعته دیگه پولشو میخواد بره. احترام خانم، اجازه از یه تلفن بزنم؟ تلفن کجاست؟ خودتو با آباتیش نزن، درست میشه. فراز جانم، خدا خیرتون بده. مادر سیب زمینی میدی؟ ببین بیژن، بیا جبران، بیا عاقل شو. آفرین به زنت، زن تو زن زندگیه. آوردت حضرت داده به جای ایکا. ببین همه جوری داره جور تاری میکشه. زنگ زده به باباش که برای تو پول بیاره که او زنه رو ردش کنی. میتوانست هیچ کدام از کارا رو به تو نکنه، ببرت بالا پیش خواهر برادرا، هر چی از دلش در میاد به تو بگه، خجالتت بده، چال میخواد بکشه. به تو فرصت داده مادر، عاقل شو، قد زندگیت بدان. ایزن فکر نکن بی کسو کار پشتیبان نداره ها، میخواد زندگیش حفظ کنه. به تو فرصت داده، جبران کن. تا کی؟ جوانی تا کی؟ از جوانی تا پیری، از پیری تا بمیری. اصلا تو میشنوی بچه میگم؟ باید خون گریه کنی برای اون زن جوانته، برای اون زن بدبختی که سر کوچه ایستاده منتظر تو. اون که هزار بار گفتیم غلط کردیم، یه هرش تو جاده گفتیم غلط کردیم، یه هرش تو دروازه تهران گفتیم غلط کردیم، یه هرش هم تو این کوچه پس کوچه اینجا گفتیم غلط کردیم. بعدم مادر جون، من همین که باید احترام به این هزار تا غلط کردن. ای وای من، ای وای بر تو، وای بر تو که هنوز نشکستی، هنوز از قلب پشیمان نیستی. تو باید بشکن. مادر پول اون زنه رو میدیم بهش بره دیگه. سیما رفته از باباش پول بگیره، بعدم آتیش که خاموش شده شما روشن نکن. کارت خرابه پسر، برات دعا میکنم.
میخوام. بالاخره چی کردیم؟ برادرت که پول فرستاد برو بده به این زن بدپیره مردم آزار گرمه ایچه گم کنی. کجا میخواد بره نمیدونم، ولی پولش لازم داره. اصلا از طرف منم چند تا بدی بره بهش بگو. قوی باش مرد، قوی. چیه؟ چرا ماتم گرفتین همه؟ کسی مرده؟ یه لحظه تشریف میارین؟ بفهمین. بفهم. دایی برادر سیما خانوم پیغام داده که پول نمیده. باید ببخشید اینو میگم، بقیه میگن ما هم پول نمیدیم، سر در نمیارم برای چی. از اون ور این خانوم محترم که بیرونه دیگه داره بیتاب میشه. من یه چجوری بگم، یه پسنداز کمی داشتم با یه ماشین که گذاشته بودم برای فروش که پولش بشه برای خرج عروسی و چه میدونم برای روز مبادا. خب الان روز مباداست دیگه، شما اینو هم من قبول کن. این پول به اندازه کل بدهی شما به این خانومه. خانوم یه رو بیشتر دیگه بهمون بخ نداده. دایی بگیرین، دایی بخ نداریم. ان شاء الله همه چی درست میشه. درست میشه همه چی. دیگه همدم خانم سلام. 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 سلام علیکم، احوال شما؟ کجا؟ رفته بالا سویچ رو بیاره. کی میخوای بری تهران؟
همین الان دیگه میشم هرچی بشه من در خدمت. نمیشه که عزیز، تو ماشینه منتظر من. آه دیدم میشون. یه تو که پاشینه میبریم دکتر برمیگردی. بعدش بریم. دیگه اون موقع دیگه شب شده که. یه کار دیگه کن. ها. امشب تو اینجا بگی بخواب. من خودم صبح مینی بوس میبرم تهران. اون چرا دارم اصلا پولم ازت نمیخوام. کجا بخوابم؟ تو چادر تلویزیون، تو اتاق مدیر. اصلا یه تو اتاق ما بگی بخواب. ما هم با زنه بچی میریم بالا پشت بون. خیلی هم با صفاست. بالا پشت بون؟ تا حالا نخوابیدی؟ چرا خوابیدم؟ خیلی باحاله. میدونم، نمیدونم والا میشه؟ چرا نمیشه؟ بغل ضد هوایی اختصاصی با 5 تا سرباز مسلح محافظ راحت و تخت بگی بخواب. یا علی. تهران رو بعد میکنن نه؟ بچه شما متأهلی؟ نه بابا متأهل. من تو زندگی متأهلیم مرد موفقی هستم. بچه اگه خواستی زن بگیرین کاری نکنین که طرف مقابلتون شبیه شما بشه. قرمتون قند رو به من بده. قبل از اینکه ازدواج کنید بررسی کنید تفاوت‌های همدیگر رو در بیارید. بعضی از تفاوت‌ها هستن که باعث اختلاف میشن، اما بعضی از تفاوت‌ها هستن که باعث شیرینی زندگی میشن. ترسیدم فشارم افتاد. ببخشید.
مثلا من در مورد خودم، تفاوتهای خودم با خانومم باعث شده که زندگیمون شیرین تر بشه. من از تفاوتهای خودم با خانومم خوشم میومد، خانومم از تفاوتهای خودش با من خوشش میومد. یک بارم نشد ما با هم دعوا کنیم، یک بارم نشد ما با هم چپ نگاه کنیم به هم بگیم تو، یه بارم نشد برای هم ترش کنیم قهر کنیم، نشده. باور کن ما همواره به هم احترام میذاریم. شما هم همواره به تفاوتهای خودتون با همسر آیندهتون احترام بذارین. دوباره خوابم گرفت. بچه اگه دوباره خدایی نکرده وضعیت قرمز شد، شد اب نداره، ولی قبل از اینکه تیر در کنید منو بیدار کنید، من میترسم. ها به تفاوتهای همدیگه احترام بذارید، به تفاوتهای همدیگه احترام بذارید. بیا ببینم تو که ادعای خون سردی میشه، باشو بیا ببینم. حیزه بده همه بود بینا، حیزه بدین. آی خلایق بیاین ببینم وضع اصلا با اصلا بدون چطوره. بیاین اولم خودم اجلو بس بس باره بس 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 بس. آقا اوشنگه بس لحظه آقا آدم رو فوت می کنن خانم محترم خانم جو اولش بکنم بیا دیگه آفرین. حواسشو برد نکن. انصافا خوب میره، خوب میره. ایوانه ایوانه ممنون از اونها شد. آقا به جان خانم بابا از اول متوجه این بازی نشد. بیم بابا این تست اعصابه، از اول باید شروع کنی تا آخرش بری که فهم اعصابت خوب است. داره بازی میکنه وزه اینکه بره سراغ داداشش. بیا تفست دیگه، همه آشتی کردن غیره ای. از بس که بی احساسه اون کچلوارش میبوری کاری بکنی دیگه. چی کار کنم؟ خب اگه آقا بهزادم اینجا بود با اونم آشتی میگرد. اتفاقا بهروز بچه با عاطفه ایه. با عاطفه بود که دم در وسیله هست، پا میشد میرفت دنبال عمو بهزاد. داره بازی میکنم اصلا این خیالش نیست. من رایم زنگ میزنم به مهناز میگم باشه بیاد اینجا. خواهر خودم بگه باشه. ای
الانم به مهناز میگم پاشه بیاد اینجا، خدا هم قرار فردا برم دنبال عمو بهزاد. منیژه دوست نداره قهر باشه با مهناز و عمو. چرا انقدر شما بیاتفه ای؟ ها چرا واقعا؟ البته یه بیاتفه که اعصابش خیلی قویه ها، خیلی قویه. من الان یه زنگ میزنم به مهناز میگم پاشه بیاد اینجا از خونه باباش اینا، عمو هم بیاد آشتی کنه تمام بشه بره. اون وقت دیگه شما هم مجبوری که آشتی کنی، خیلی زود مجبوری که آشتی کنی. عمو خودتون رو آماده کنید واسه یه آشتی. عمو یه اعصاب قوی من. که تلفن داشته باشه بعدی شم یا بسه دیگه. آخرتونو لطفا دوباره تکرار کنین. این که به روز دوست دارم یه بچه شو اینو بله. نشنیدی؟ نه نه او آخر آخر حرفی که زدین. خب بچه میخوایشی شنوی صدامو؟ به مناز گفتین چی بگم؟ این مخابرات قطع و بس میشه نفهمیدم چی بگم؟ گفتم مهنازو دوست دارم؟ آره مهنازو دوست دارم بابا، مهنازو که دوست دارم، اینو که همه میدونم. بو کجا بود همه؟ کجا همه؟ بروسی خونه بهزاد. قوی باش مرد، قوی. دستوی خیستتو به صورت ما نمال. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برایت مفرح ذات.
پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. همه چی داره درست میشه. من نباید تو رو آواره میکردم. تو منو آواره نکرد، من بودم که خودم رو آواره کرده بودم. بسرم داداش دهنه تو آخر آخر واکن، باز موج انفجار رد بشه. من اینو میدونم، واکن.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی ولی الله حی علی الصلاه حی علی الصلاه حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا آن باد هوا را بین زفسون لب شیرین با نای در افغان شد تا باد چنین بادا شب رفت و صبوح آمد غم رفت و فتوح آمد خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا بدین گونه بود حکایت خانواده ما که همه قصه‌اش به سر رسید اما آقا امیر به هیچ جا نرسید واسه همه چی جوره اما واسه ما هنوز ناجوره بدش کن اصلا کی گفته ناجور خانم شیر خانم خیلی هم جوره اصلا جور یعنی همین جور چرا اومدن دوباره؟ باز که داری با خودت حرف میزنی آقا پسر سلام برا خود پزی اومدم انگاه کلم کن اینجا برم باش
دارم میرن تهران. شیرین میگه که شاید شیرین میگه تحلیلا برای این اساس است که موشک بارون به اینجا کشیده خواهد شد و رفتن ما با اینجا هیچ فرق نداره. پس بینیم تهران. میگه شاید نرن تهران، برن یه شهر دیگه. به نظرم نمیرن تهران ها. بی بریم خدافزی کن. نمیم خوب نمیم. یادت اون دفعه رفته بودی اردو چست داده بودی اینجا؟ گفتم هر کس رو بخوای خودم میرم باش صحبت میکنم. صحبت کنم؟ آره؟ بابا حالا که چیزی نشده تو هم دیوونه. ببین الان همه با هم آشنا، نذار من متقهر کنم. منیره، منیره جان کجای شما؟ اومدیم برای خداحافظی. باش الان میای. اه 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 چه پسری تربیت کردیم ها. پاشو بیبریم خدافزی کن. بیبریم امیر. نمیام. چی کارم داشتی اومدی بالا؟ اما محترم گفت برو مال شباب مدرسه برش داره بیا کارش داره. باش میرم. اینا برم میرم. داداش تفریه منو تو رو خود. داداش تفلی منیر میگه برید. خداحافظ. یالا سلام. داره نماز میخونه.
چشم چشم. من دیگه نباید بمونم تو اتاق آهنی. اون موقع برای اینکه شما رو نبینم باید میامده این بالا. دیگران اصلا نمیخواستم من شما رو ببینم. حالا دیگه خودم نمیخوام شما رو ببینم. بخواهم که دیگه نمیتونم. رفتی؟ آره رفتیم. راستی یه سوال، من که از شما خوش آمده بود، شما اصلا هیچی از من خوشتون نیومده بود؟ من دیگه باید برم نمازم بخونم، بعدش باید برم پایین. کاری نری خانم شیری؟ نه. خیلی خوب کار کردی، به من کم بلی کردی. من ازتون ممنونم که معلم نذاشتی. اگه معلم نذاشتی خیلی دیر از سرم میفتدی. مینا بیا میوه بخور. میل ندارم. چرا؟ بخور. عصبانیه. مامان امیرو 3 ساعت فرستاده مدرسه دنبال شهاب، گفته زود بیاین. مردم هست حالا انقدر بیخیال. بلکن منیره میوه نمیخورم. الحمدلله قهر جدید. پس من چی بگم شوهرم هیچ وقت نیست؟ جب هست. اون جب هست، این کجاست؟ بی بریم بیا دختر. خندیدی؟ وا اینا چرا اینطوری هم؟ هیچی نگین، کسی نباست بخنده، رقابته. اینا رو نگاه عمو. خندیدی؟ من کجا خندیدم، دارم حرف میزنم. عمو داداشدار شدی؟ نه بابا قهر باشیم با هم دیگه. بزن به چک فضولی موقوف. ما دو برادریم، چنان دو پنجره روبروی هم و آگاه زهر بگو مگوی هم. هر روز سلام و پاسخ و خنده، هر روز قرار روز آینده. فهمیدی؟ حالا برو علی سر. چشت خندید؟ خندیدی دیگه. عدسر. خیلی خوب. من زنی تو نمیشم. چه زنیش نمیشی؟ این شراب خیلی تو دوست دارم. اگه زنیش نمیشی خود تو میکشه. بیم شراب اگه زنیش نمیشی چیکار کنی؟ من نمیرم دانشگاه. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد. حالا بعده شاید این که نوشتی شاید. بخواب
شیرین؟ شیرین؟ اینی که نمیشه شیرین بود؟ آره شیرین تایشو؟ شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. خب بعدی؟ شاب اومد؟ هرچه گویی آخری داره. مامانش کنم نمازشو به خونه اومده به جا سودا. مامان شبه منو جی جو وقتی شیرش میدی مقداری سرش بارا بگیرید که زاویه قائمه درست بشه، نفخ شیر خارج بشه، زیره با رادیانه رو با غذات بخور. نعنا هم خوبه. آره نعنای تازه بلیه. عرق نعنا، عرق نعنا حتما. آره که او سبب میشه شیر بچه نفخ نداشته باشه، دل درد نمیشه. زن سین داریم، گوری بیزرود داریم، بسکلی گلو داریم، قم هر جا به یه داد سر این بیژن بزن. داری یه کاری میکنه ساناز و شهرام عاشق هم بشن. به این حقیقشو بزنیم که به دستش مرد گنده رو سرزده. قد بدم میاد، اینقدر بدم میاد از این حرکت. گیتا دختر شهلا همینطوری دلبست به خسرو پسر دایی فتولالیه. قم هر جا که رود سرزده آید به دلم. بیژن سب کنی منم بیام بلخواه نظر عروس دومات خواهد بدونیم دیگه. شاد همون بخواه نه بر سر راه افتاده من یه چند کلمه هم صحبت دارم. این بچه سوخته تفه مسئول یه ذره حنا و سلفان بدیم به مالا بپوش. آخه بدینش به من پوست مقاوم میشه. یه کمم کنکی بدیم منیژه بخوره. آره آش آلوی آلوی آمیده چیزی آره خوب نیست جانه 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 نه شما خودتون معطل من نکن. بذارین غذا خورده شو به خدا حیفه تا این غذا رو دور بریزی. من خودم جمع میکنم آخر سر. بله ببینش برو ببینش بله. مامان خانم شعبا هنوز نایمده ها. این توی بخواد باشه من جواب رد میدم. گفته باشم از سلام دلم نمی سوزه. خب بابا شلوغش نکن، میتینگی نباشا. بفرمایدم کشور ما از لحاظ تأسیسات صحبت در مورد شنا و پرویز کیانی میرسیم به قرمز شد. آره دوباره قرمز شد. الان سفید میشه. الان وضعیت سفید میشه. چرا بزنه؟ چرا برق رفت؟ چرا برق رفت؟ یه شم بیارم؟ من ساعت 11 و نیم اعزام میشه.
جمع کنیم بریم تهران سر خونه زندگیمون دیگه. مامان جانه آفه بهتری مامان روزه خوشگیل مامان روزه جانم جانم چیه عزیزم بفهم آقا اومد کشف کردی کجا بم خورده دیگه ها؟ کجایی بابا؟ گفتم بچه‌م هم هفته اول یتیم شد. منیش اگه بدونی موشکی که خورده بود زمین چه گودی درست کرده بود شده بود این گودیایی که توی کره ما هست که تو فیلم نشون میده همون جوری به همون گودی و گوندگی. واش 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 جمع کن بریم جمع کن برات برنامه ها دارم آقا پسر. نکنه یه وقت یه ذره کمک کنی ها. اگه تو بیارز و بی بخاری دیگه ماها که نباید بیارز و بی بخار باشیم. من میرم خودم با طرف صحبت میکنم همه چی هم درست میکنم. اینجوری بهترم هست. فعلا سنتون کمه به نام همدیگه بخورید فعلا حال تا موقعیتش درست بشه. ببین آقای مرتضویان پسرش 17 سالگی زن داد، عروسش هم 16 سالش بود. اینا رو 2-3 سال عقد کرده تو خونه خودش نگه داشت. اینقدر بامزه بود خانم آقای مرتضویان عکسای قبل از عروسی رو بهم نشون داد. فقط آقای مرتضویان گذاشت اینا یه ذره بزرگتر بشن عقرس بشن بعد حالا بری سر خونه زندگیتون. نذاش از دست همدیگه برن. آقای امیرخان و گلکار منم نمیذارم، منم نمیذارم شما از دست همدیگه برید. حالا میبینی پاشو بیبریم اینجا نش پاشو. اگه خره همین الان روشو کرد سمت من معنیش اینه که همه چی جور میشه.